دستان شماست. هدف تشکیل سریع یک سازمان متشکل، هماهنگ و در خور پذیرش و احترام بین‌المللی برای ایجاد محیطی مردم سالار و شفاف برای همکاری سیستماتیک مخالفان حکومت اسلامی به منظور حمایت از جنبش آزادی خواهانه مردم ایران برای برکناری و حذف کلیت، تمامیت و موجودیت حکومت اسلامی و استقرار دموکراسی و حقوق بشر در ایران با اتکا به اصول بنیادین زیر: یک، پاسداری از استقلال ملی و تمامیت ارضی ایران. دو، جدایی دین از حکومت. سه، پشتیبانی از منشور جهانی حقوق بشر. چهار، برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین نوع نظام آینده ایران در دوران پس از انحلال حکومت اسلامی. پنج، مشارکت مستقیم ایرانیان مناطق مختلف ایران در امور اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی محلی. با درود به هممیهنان عزیزم در سراسر جهان، ایرج شاه ولایتی هستم و برنامه امروز سیمای نهاد مردمی رو از استودیوی این سیما در جنوب کالیفرنیا به شما پیشکش میکنم. هموطنان عزیز، برنامه های سیمای نهاد مردمی روزهای آدینه و یک شنبه ها ساعت 12:30 از شبکه های اجتماعی در سراسر جهان پخش میشه. برنامه های روزهای یک شنبه از تلویزیون اندیشه هم پخش میشه. در این حال تمام برنامه های ما همزمان از رادیوی پرشنونده نارمک همزمان پخش میشه، به خصوص در زمانهایی هم که باز پخش داره. باز هم این رادیوی بسیار خوب برنامه های ما رو پخش میکنه. سپاسگزاری ویژه‌ای داریم از هموطنان عزیزمون که ما رو مورد لطف و محبت قرار میدن و برامون پیام میفرستید. خیلی خیلی سپاسگزار شما هستیم. هموطنان عزیز، هفته شلوغی بود بسیار. در آمریکا که ما زندگی می‌کنیم، مناظره تلویزیونی بود بین دو کاندیدا که یکی رئیس جمهور آقای ترامپ هستند و یکی آقای بایدن، کاندیدای رئیس جمهوری که خودشون معاون رئیس جمهور بودن سال‌ها در زمان آقای اوباما. این مناظره، روی هم رفته مناظره زیاد خوبی نبود و حقیقتش آقای والاس هم که آقای کریس والاس هم یک کمی بیمهری کردن و حالا به هر حال انظر حرفه‌ای میتونستن کار بهتری انجام بدن. یه مقداری بیشتر طرفداری کردن، بیشتر زمان دادن به آقای بایدن، ولی آقای ترامپ حرفاش نو تا اونجایی که تونستن زدن. آقای ترامپ کارنامهش مشخصه. در طی این نزدیک به 4 سالی که رئیس جمهور هست، هر اون چه که گفته بود عمل کرده بهش. اما خب آقای بایدن حدود 47 سال در کار سیاسی بودن و ما حقیقتش زیاد ازشون کاری ندیدیم. همیشه چرخ پنجم بودن. ما از مناظره تلویزیونی آقای کارتر و آقای ریگان تا این مناظره های انتخاباتی مختلفی رو دیدیم، اما حقیقتش این یکی یه مقداری متفاوت بود، به خصوص که ما انتظار بیشتری داشتیم از آقای بایدن
که به رئیس جمهور نگن خفش، این کار درستی نبود. خیلی از مردم امریکا که صحبت میکنیم روی این مسئله تاکید میکنن که چرا میبایست رئیس جمهور وقتی که انتخاب میشه رئیس جمهور، همه میرن پشت سر رئیس جمهور وامیسن. این دوتا حزب با هم انواع اقسام کارها رو میکنن در این مدت برای اینکه بتونن ببرن انتخابات رو، ولی روزی که اون رأی مشخص میشه و اون کسی که رئیس جمهور میشه، همه با هم دیگه یونایتد متحد پشت رئیس جمهور و پشت اون حزبی که برنده شده میایستن و امریکا رو میسازن، همونجور که تا حالا این کار کرده. امیدوار هستیم از این پس هم همینطور باشه. اما متاسفانه مطلع شدیم که آقای رئیس جمهورمون و همسر گرامیشون آقای ترامپ و همسرشون به نتیجه آزمایشات کووینا 19شون، خیلی متاسفانه این کووید 19 یقه اینا رو هم گرفته و مثبت بود. خیلی مردم ناراحت شدن واقعا، حالا از هر دو حزب، همه مردم، که چرا حالا باید اینجوری باشه، به خصوص که این ماه اکتبر بسیار ماه مهمی است در این مناظرات انتخاباتی. و در هر صورت هر دو حزب سعی میکنن این آزادی، این دموکراسی که میتوانن دو تا حزب بیان با همدیگه مبارزه سالم انتخاباتی بکنن، هر کسی که بیشتر رأی آورد اون حزب و نماینده اون حزب میشه رئیس جمهور و به هر حال 4 سال بعدی رو خواهد. به هر حال امیدوار هستیم که هرچه زودتر آقای ترامپ و بانو ملینا ترامپ حالشون خوب بشه و بتونن برگردن سر کارشون. البته گفتن که باز هم کارهای وظایفشون رو در از کاخ سفید انجام میدن در حالی که در قرنطینه هستن. اما هموطنان عزیز، در خاورمیانه هم شلوغه. ترکیه درخواست مشترک آمریکا، فرانسه و روسیه رو برای برقراری آتش بس در قره‌باغ رد کرد و این نشون دهنده اینه که اون جناح جنگ طلب در اون منطقه که یکیش هم خود جمهوری اسلامیه، به دنبال این هستن که یه جنگ رو راه بندازن. البته تا حالا ایران از ترکیه و از چی میگن از آذربایجان پشتیبانی نمیکرد، و ولی یک دفعه تغییر مسیر داد و از ارمنستان اومد پشت آذربایجان رو گرفت. البته بسیار خبر تأسف انگیز این بود که 4 تا آخوند در بخشی از آذربایجان اومدن اطلاعیه ای دادن و این نشون میده که یعنی اومدن اینا احتمالاً همون پانترکیستا هستن یا به هر صورت هر کسی که هستن. ما یه مملکتی داریم الان که درسته همه چیز از هم پاشیده است و یک حکومتی سر کاره که به جز اهداف خودش که سرکوب بوده، ترسوندن مردم بوده، اختلاس بوده و آوردن بدبختی برای مردم ایران کار دیگه نکرده، ولی شما فکر کنید به هر حال رئیس جمهوری داره، علل حساب وزارت امور خارجه ای داره، 4 تا آخون اومدن اینجا و اطلاعیه ای دادن به چی؟ به پشتیبانی از آذربایجان. خب این نشون دهنده اینه که حکومت مرکزی، یعنی حکومت جمهوری اسلامی، در تمام زمینه ها ورشکست است. حکومت جمهوری اسلامی انظر اقتصادی ورشکسته است، انظر سیاسی ورشکسته است، انظر اجتماعی ورشکسته است. نه پشتوانه ای در داخل داره و نه دیگه هیچ کس رو در خارج. بنابراین این حکومت از اونجایی که این خمینی ابله وقتی که آمد و گفت جنگ نعمت هست، اینها هم توتیوار همینجور پشت سر اونو گرفتن، دنبال این هستن که جنگ را بندازن. حالا به عناوین مختلف تا حالا سعی کردن که به یه شکلی جنگ رو در منطقه راه بندازن که بتونن مردم رو بیشتر سرکوب بکنن و برای خودشون دلایل داشته باشن که آقا جنگ، همونجور که در جنگ 8 ساله کردن و مردم ما رو اونچنان به کشتن دادن. اما هموطنان عزیز، شما فرزندان ایران، شما نباید ملعبه دست حکومت جمهوری اسلامی بشید.
به ما چه ربطی داره که قرار باشه در یه جنگی شرکت بکنیم و در یه آشوب خودمونو گرفتار بکنیم که به ما مربوط نیست. دو تا مملکت دیگه به هر دلیلی با هم دیگه مشکل دارن. خب اونا مشکلشون با خودشون حل بکنن. اما هیچ دلیلی نداره که ما مردم ایران گرفتارش بشیم. هموطنان عزیز، فراموش نکنید که جمهوری اسلامی به دنبال کشتن فرزندان ایرانه، حالا به هر شکلی. به دنبال یه در که فراری میده، یه در که به شکلی فرار میکنن. حالا آیا به مقاصدشون میرسن یا نمیرسن داستان دیگری است. اما در داخل مملکت حکومت جمهوری اسلامی تمام تلاشش اینه که هر کسی رو که باش مخالفه، که همه ملت ایران هستن، رو به یه شکلی فراری بده. شما فرزندان ایران خودتون رو گرفتار این داستان نکنید. جنگی است بین دو تا مملکت و ما نه سر پیازیم نه ته پیاز. ما باید بچسبیم به مشکل اصلیمون و دشمن اصلیمون که حکومت جمهوری اسلامی است. و این حکومت جمهوری اسلامی رو ما باید براندازیم. در غیر این صورت هموطنان عزیز، ایران و ماندگاری ایران واقعا مشکل پیدا میکنه. برای اینکه این حکومت آمده که ایران رو از بین ببره. تمام تلاششون در تمام این سالها به همین ترتیب بوده. اما شاهزاده رضا پهلوی هم در این هفته یک بیانیه‌ای دادن به نام نهاد، به نام پیمان نوین. خب این پیمان نوین سخنان شاهزاده رو همه شنید و همه مردم ایران بسیار خوشحال شد از اینکه مردمی که میرن تو خیابون‌ها و میگن روحت شاد رضا شاه، اینها جوابشون رو هم میگیرن. شاهزاده رضا پهلوی در این پیمان نوین یه مطلبی رو میگن، یا میگن ما یا با هم، این اگه شما این تصویر رو ببینید، میگن که یا با هم این کشتی طوفان زده را به ساحل امن میرسانیم یا جدا جدا غرق خواهیم شد. هموطنان عزیز، پیام بسیار مهمیه. تمام این پیامی رو که شاهزاده فرستاده بودند، من فکر کنم کلمه به کلمه، جمله به جمله، پاراگراف به پاراگرافش واقعا میبایست به گوش جان بشنوید. البته همیشه یه عده هستن که به یه شکلی مخالف خوانی میکنن، چرا ادبیاتش اینجوری بوده، چرا نمیدونم اون چنان بوده، ولی همه در یک جا فصل مشترک دارن و اون اینه که شاهزاده رضا پهلوی شخصیتی است که مورد قبول اغلب ملت ایران است. یه مجموعه از ملت ایران اینو دوستش دارن، برای اینکه اولا وقتی که بچه بوده انقلاب شده، هیچ کاری در این جریان انقلاب نداشته، اما وارث یک ثروتی است، یه پیشینه است که به هر حال این پیشینه با ارزشه. ما کسی رو الان در حال حاضر نداریم که یه این چنین پیشینه معنوی داشته باشه. ایشون هم که میگه آقا من به رأی مردم ایران، من به دنبال این هستم که تلاش بکنیم چراغی رو من روشن میکنم جلو مردم و مردم بدونن. ببینید این مرد چند تا زبون میدونه. این مرد تمام عمرش رو صرف مبارزه با حکومت جمهوری اسلامی کرده. تمام کشورهای جهان میشناسنش. ما چه کسی رو داریم که اینقدر مردم جهان بشناسنش و در تمام این مدت به دنبال مبارزه بوده. اگه کسی دیگر رو شما میشناسید که با این پیشینه هست، حتما به ما معرفی کنید. نداریم کسی دیگر. اما این شاهزاده رضا پهلوی وقتی که اون بیانیه رو منتشر کرد، یعنی وقتی خودشون اومدن و اون کلیپ رو ما ازشون دیدیم، خب خیلی به دل نشست. اولا خیلی ساده صحبت کرد، به زبان مردم صحبت کرد، گرچه که یه کسانی اومدن گفتن که آقا نمیدونم ادبیات این قدر محکم نبود. خب به هر حال هر کسی میتونه یه ایرادی هم بهشون بگیره، اشکالی نداره. شاهزاده رضا پهلوی گرگ باران دیده ای شده در تمام این مدت و روی حرفش هم وایساده. صحبت هایی رو که در این کلیپ کرده، هموطنان عزیز، درست فکر کنم شاید 25-30 سال پیش بود که شاهزاده اومدن اینجا، به لس آنجلس اومدن و با یه استقبال بی‌نظیری روبرو شدن. خیلی جوان بود و به هر حال مردم در سالن بزرگ جمع شده بودن. من خودم با همسرم اونجا بودیم و حقیقتا بهتون بگم هموطنان عزیز، مردم گریه میکردن وقتی شاهزاده اومد روی صحنه و وقتی که صحبت میکرد از دل و جان عشق میورزیدن بهش، همونجور که امروز هم همینطوره. ما همه دوستش میداریم این آدم،
ببینید یه مقایسه مردم میکنن به اون چه که پدر و پدر بزرگ ایشون برای ایران کردن و ایرانی که در دوران پهلوی بود بی عیب هم نبود، دیکته ننوشتم غلط نداره، اما اون ایران رو با این ایران فلک زده امروز مردم مقایسه میکنن. طبیعیه که عقل دارن، شعور دارن، میفهمن که اینا چه خدمتی به ایران کردن. خب ایشون هم وارثه اون چی میگن، اون کرده و خدمات اون پدر و پسر، اما خودش به دنبال جاه و مقام نیست و اینو بارها بارها تکرار کرده. بنابراین هموطنان عزیز ارج بگذاریم، نهاد مردمی بلافاصله بعد از اینکه شاهزاده این چنین این فراخوان رو دادن، نهاد مردمی اطلاعیه رو پخشید. من این رو برای شما میخونم. نهاد مردمی و پیمان نوین. شاهزاده رضا پهلوی گرامی امروز در گفتگوی خود با ملت ایران با عنوان پیمان نوین با خطاب قرار دادن سازمان‌های سیاسی چنین گفتند. حرفای شاهزاده است: از نخبگان و نیروهای سیاسی می‌پرسم کجا ایستاده اید؟ آیا چیزی جز آزادی و حکومت مردم بر مردم می‌خواهید؟ آیا راهی جز همکاری همدلانه برای بازپسگیری کشورمان از اهریمن می‌شناسید؟ امروز روز انتخاب است. من به همه نیروهای سیاسی دموکراسی خواه فارغ از گذشته و گرایش سیاسیشان دست یاری دراز می‌کنم و می‌خواهم با کنار گذاشتن اختلافات و خود بزرگبینی‌ها و برتری جویی‌ها روی یک هدف متمرکز شوم: نجات ایران. ادامه میدم بیانیه نهاد مردمی رو. تاریخ و آیندگان شما را قضاوت خواهند کرد. فرمایشات خود شاهزاده است. تاریخ و آیندگان شما را قضاوت خواهند کرد که در حساس ترین روزهای این خاک پاک کدام طرف ایستاده اید. نهاد مردمی میگه همان گونه که نهاد مردمی در بیانیه 18 دی ماه 1396 در آن اعلام نمود که با تمامی امکانات لوجستیکی و سازمانی از شاهزاده رضا پهلوی و رهنمودهای ایشان پشتیبانی می نماید، در پاسخ به فراخوان پیمان نوین شاهزاده اعلام می داریم که نهاد مردمی برای پیوستن به سایر نیروهای سیاسی دموکراسی خواه برای تشکیل یک جبهه متحد در کمترین زمان ممکن آماده است. امیدواریم با اعلام آمادگی بقیه سازمان‌های دموکراسی خواه برای پذیرش دعوت شاهزاده و تمرکز بر روی هدف نجات ایران، شاهزاده قدم‌های بعدی را ترسیم نموده و احتمالاً نخستین نشست مجازی این سازمان‌ها را اعلام نماید. نهاد مردمی 7 مهر ماه 1399 28 سپتامبر سال 2020. هموطنان عزیز، این اعلامیه بود که بلافاصله پس از پخش شدن اون کلیپ فرمایشات شاهزاده، نهاد مردمی هم این بیانیه رو پخش کرد. ما در اون چه که گفتیم در این بیانیه سالهاست که ایستاده ایم و هر سازمانی که کمک بخواد از ما و یا سازمان‌هایی که واقعا دموکراسی خواه هستند و این دعوت شاهزاده رو برای نجات ایران میپذیرن، ما آماده است. خب هموطنان عزیز، ما در این فرمایشات شاهزاده، اجازه بدید تا من پوزش میخوام. هموطنان عزیز، بالاخره برنامه زنده است و بعضی وقتا نفس ما هم میگیری، اما در این روزها شما میدونید که
این بچه هایی رو که میگیرن مثل نوید افکاری، این پهلوان رو به عناوین مختلف شکنجه میدن، آزارشو میدن، برای اینکه میخوان از اینا اعترافاتی بگیرن که اعترافات نادرسته. بعضی مواقع این بچه ها زیر شکنجه خورد میشن، میشکنن و بعضی وقتا میان و به هر حال حرفایی رو میزنن که اونا جلوشو میزنن و میگن بخون. اما نوید افکاری این کار رو نکرد، به همین خاطر زیر شکنجه کشتنش. و وقتی که کشتنش، با اون عجله اومدن، با اون عجله اومدن و گفتن که اعدام شد و بعدم با اون عجله خاکش کردن و حتی اجازه ندادن که خانوادهش جسد فرزندشون رو ببینن. هموطنان عزیز، نوید افکاری و نوید افکاری ها نمی میرند. اینها جاودان هستند در تاریخ ایران. بله، اما در لس آنجلس هم در همین هفته، یک شنبه این هفته، با کوشش و همکاری و همیاری بعضی از هموطنانمون، آقای دکتر نگیری و یارانشون، دکتر علی نگیری و یارانشون در فدرال بیلدینگ ترتیب تظاهراتی رو دادن که دعوتی فرستادن برای، فکر میکنم، عصر روز یک شنبه است که کمی هوا هم خنک‌تر شده باشه. و من امیدوار هستم که هموطنان ما در لس آنجلس و هومه حتما به این تظاهرات برن. این تظاهرات دعوتی است از نوید افکاری. نوید دعوت کرده، اما برگزار کنندگانشون دکتر علی نگیری و دوستانشون هستن. من هم توصیه میکنم که هموطنان عزیز حتما در این برنامه شرکت بفرمایید. اما هموطنان، راستی به پدر پویا بختیاری چی شد؟ این همه به این خانواده ستم روا داشت حکومت جمهوری اسلامی، و حالا پدر پویا کجاست؟ آیا اینا برای این که مردم ایران رو بترسونن و مردم رو خفه بکنن فرزندانشون رو میکشن، بعد میان پدر رو میگیرن، خواهر و مادر و برادر و همه رو میگیرن و اینا رو چی میگن، تحت ظلم و ستم بیشتری قرار میدن؟ برای چی؟ میخوان چی کار بکنن؟ سید علی خامنه‌ای میخواد، واقعا میخواد چه بکنه؟ با این کاراشون آیا میتوانن ادامه بدن به این زندگی نکبتبارشون و این حکومت واقعا پست و پلیدشون در ایران؟ اجازه بدید تا ما یک کلیپ داریم از این خانواده پویا بختیاری با هم ببینیم. من مادر منوچهر بختیاری هستم، بی بی زهرا هستم، بختیاری هستم. پسر مردان منوچهر بختیاری 3 ماه دزدیده برده. الان پسرهای من 4 تا اومدن بندر عباس، پسر من ببینن نشان نداده. پسر من معلوم نیست چه کاری سرش اومده. پسر من نشان بدید، بگید چی کار کرده، چرا نشان نمیدید؟ بچه من شاید شکنجه داده و بین برده. پسر من نشان بدید. اگر پسر من یه موی از سرش کم بشه، من دنیا رو سرتان خراب میکنم. من بی بی زهرا، من مادر منوچهر بختیاری هستم، من بختیاری هستم. من پسر رو نشان بدید. من اگر پسر رو نشان ندید، میام این اطلاعات کرر دنیا رو سرتان خراب میکنم. باید منوچهر نشان بدید. به نام ایران، در تاریخ 6/7/99 من به اتفاق برادر و خواهرم جهت ملاقات با برادرم منوچهر بختیاری به بندر عباس رفتیم. از دادستانی اجازه ملاقات گرفتیم. به ستاد خبری وزارت اطلاعات رفتیم، گفتن شماره تلفن بدید باهاتون تماس بگیریم. 4 روز صبح ساعت 8 تا 4 بعد از ظهر ما رفتیم جلو ستاد و ایستادیم. فقط گفتن بهتون زنگ میزنیم، خبر میدیم. بعد از 4 روز به ما گفتن که برگردید تهران، اجازه ملاقات نداریم فعلا، باهاتون تماس میگیریم. هر وقت تماس گرفتیم بیاین ملاقات. من نمیدونم چی به سر برادرم آوردن، نمیدونم برادرم کجاست، نمیدونم چه اتفاقی برای من چه رخ داده. برادر من منوچهر بختیاری
امروز نزدیک به 3 ماه هستش که به جرم دادخواهی خون به ناحق ریخته فرزندش پویا بختیاری و دادخواهی ملت مظلوم ایران در بند جمهوری اسلامی به سر میبره. اسیر هستش و ما خانواده بختیاری شدیداً نگران اوضاع جسمانی ایشون هستیم. چرا باید خانواده من از کرج به بندر عباس برن ولی بهشون اجازه ملاقات داده نشه؟ برادر من دادخواه جمجمه متلاشی شده فرزندش هستش. برادر من دادخواه خاک ایران هستش، ملت ایران. ما خانواده بختیاری، منوچهر بختیاری هستیم و از شما هم خواهشمندیم که منوچهر بختیاری باشید. من منوچهر بختیاری هستم. 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 پاینده ایران. من منوچهر بختیاری، دادخواه پویا و پویاها، سارو و ساروها و صدها هزار مردم ستم دیده ایران، اگر امروز فریاد دادخواهی وطن را بلند نکنید فردا دیر خواهد بود. دادخواه نسل‌های آینده ایران و تاریخ باشید. در کوچه و بازارها، در شهرها و دیارها، در خیابانها و روستاها و شهرها فریاد بزنید. دادخواه وطنم، دادخواه منافع ملیم، دادخواه خاک ایرانم، دادخواهم، دادخواهم، پاینده ایران. آفرین، آفرین. من هم منوچهر بختیاریم و این فریاد ملت ایرانه. این خانواده بختیاری متعلق به یک ملت چند هزار ساله هستند. این حکومت راستی میخواد چیکار کنه با این مردم؟ تا کجا میخواد این جور و ستم رو روا بداره؟ اما اجازه بدید در این بخش نامه رو بخونم از یک استاد 86 ساله مقیم آلمان که بخشی از عمرش رو در ایران گذرونده. نامه رو نوشته به آقای خامنه‌ای. نامه سرگشاده است. من یک بخشی از این نامه رو میخونم به دلیل اینکه وقت زیادی نداریم، ولی به شما توصیه میکنم که این نامه روی سایت نهاد مردمی هست و میتونید در همین جا ببینید. اما ایشون میگن که به یاد داریم که در روز منصوب شدن یک شبه تان، یادتون هست که خامنه‌ای رو یک شبه منصوبش کردن، حتی واجد شرایط هم نبود و خودش هم اذعان کرد، گفت به یاد داریم که در روز منصوب شدن یک شبتان به رهبری گفتید باید خون گریست اگر احتمال رهبری کسی مثل بنده در آن مطرح شود. خودش گفت. گفت من لیاقت این کار ندارم. اما این تنها سخن راستی بود که از شما شنیده شد. استاد دانشگاه در این نامش می نویسه برای آقای خامنه‌ای. این تنها سخن راستی بود که از شما شنیده شد. اکنون پس از 30 سال حکومتتان، کشوری آباد و بزرگ و 4 فصل به کشتی در هم شکستی بدل شده است که در تلاطم سوداهای شما سرگردان مانده و ترس و نکبت از در و دیوارش می ریزد. در همین ماهای اخیر به گواهی متخصصان و مسئولان و پزشکان داخل کشور، به دلیل عدم لیاقت و کفایت در مدیریت شما، 10,000 نفر از مردم ستم دیده بر اثر کرونا جان باختند. هموطنان عزیز، نامه رو ایشون اینجوری ادامه میدن. میگن که سرمایه های ایران رو که با رنج و زحمت مردم ایران به دست می آید و باید برای آسایش همین مردم و ترقی جوانانش هزینه شود، در سوریه و عراق و لبنان و یمن و ونزوئلا و چند کشور آفریقای دیگر خرج میکنید. اون وقت به جای قرنطینه کردن و در امان نگه داشتن مردم، اونها رو روانه کارخانه و اداره و بازار و کوی و خیابان کرده اید
و اسمش را جهش بزرگ گذاشته اید. آیا می توانید از دوران 30 ساله رهبریتون حتی یک جهش کوچک برای مردم میهن و برای مردم و میهن اسم ببرید که این یکی بزرگش باشد؟ سوال بی جوابی است از طرف این حکومتگران فاسد و از طرف سید علی خامنه ای. ایشون در یه جای دیگه میگن آیا در بین دولت مردان و نظامیان و سربازان گمنامتون کسی را دارید که مورد احترام و اقبال مردم دنیا و حتی همسایگان باشد؟ باور کنید مدیران و سران حکومت شما در ترس و نکبت زندگی میکنند. همه از هم میترسند و از زندگی سعادتمند کنار مردم بی بهره شدند. آقای خامنه‌ای ببین چه بلایی به سر همون کسانی آوردی که قرار مواظبت باشن. ایشون ادامه میدن در یه جای دیگه میگن که به نام و اذن شما برای سرکوب مردم بیپناه معترض ایرانی از خارج قلدرهای خشن و وحشی اجیر میکنن. جز شما هیچ کس در تاریخ برای سرکوب مردم کشورش از خارج آدم نیاورده است. ای شرمتون باد حکومتگران جمهوری اسلامی، ای شرمت باد علی خامنه ای. ایشون در یه جای دیگری این نامه ادامه داره، ولی ایشون در یه جای دیگری میگن آقای خامنه ای، من رحیم رحمانزاده، فرزند شبستر و آذربایجان و ایران، 86 سال را گذراندم. تمام عمر به مردم خدمت کردم. در دانشگاه ها درس دادم، ریاست بیمارستان های مهم آلمان را داشتم. در طول جنگ 8 ساله که روزانه 10 ها مجروح را به رایگان جراحی و معالجه می کردم، مدام در فکر بودم این جوان ها جانشان را به دست گرفتند تا یک کف دست از خاک ایران را برباد نرود. اما امروز سپاهیان شما خاک مملکت را به توبره کشیدند و به امیرنشین های خلیج فارس می فروشند و شما خود را ایرانی می دانید؟ امروز که این نامه را به عنوان یک اتمام حجت برای شما می نویسم، می دانم این نامه همچون تیریست که آرش بر چله جانش نهاد، پیکر خیش را پاره پاره کرد تا مرزهای ایران زمین و مرزهای انسانیت تعیین شود. آقای خامنه ای، اطمینان دارم در داخل و خارج از کشور، در جمع آگاهان اقتصاد و صنعت و فرهنگ و امور نظامی و سیاسی، افراد وطن پرست واقف به این فجایع می توانند با خرد جمعی کشور را اداره کنند. منظورش این که شما نمیتونی کشور اداره کنی. 40 سال فرصت داشتی، توی ابله به خصوص 30 سال فرصت داشتی، اما چی کار کردی؟ ایشون ادامه میدن میگن شما مالک کشور بزرگ ایران نیستید و حق ندارید سرزمین ما رو در اختیار بیگانگان بگذارید. شما میزبان تاریخ هم نیستید. به عنوان یکی از میهمانان اگر میخواهید ورشکستگی خود را توسط نزولخواران چینی بخیه بزنید، کشور بزرگ ایران را بچه معامله نکنید. از خودتون مایه بگذارید تا در لجنزار اختلاس و دروغ و مردم کشی و ایران ستیزی و وطن فروشی غرق نشده اید، خودتان را نجات دهید. البته این استاد دانشگاه این نامه را 2 ماه پیش نوشتن، اما اینا دیگه غرق شدن. خودتان را نجات دهید. کاش نامه حکیمانه سعیدی سیرجانی بزرگوار را سرمه چشم می کردید و او را در زندان با شیاف پتاسیم به تاریخ به دیار باقی نمی فرستادید. دیدید هموطنان عزیز چه کردند با سعیدی سیرجانی؟ کاش ای کاش حرف مرا گوش کنید. پیش از اون که آستانه تحمل مردم بریده شود که به زودی این اتفاق خواهد افتاد و در یک شورش یا انقلاب شما را محاصره کنند و از شما و یارانتون مثل بقیه دیکتاتورها انتقام بگیرند، از مملکت بروید در بلاروس یا سوریه یا ونزوئلا و یا هر قبرستان دیگری که میخواهید. البته من اضافه کردم
که سرمایه گذاری کرده اید مجاور شوید و بیش از این ننگ و بدنامی تاریخ را بر سر خودتون آواره نکنید. آقای خامنه‌ای، نامه را اینجوری تمام میکنم. همین امروز برخیزید و راه بیفتید و جای دنج آخر و در جای دنج آخر عمرتون را سپری کنید. ایران ورشکسته و ویران شده را برای مردمش به یادگار بگذارید. جوانان و میهن پرستان ما این سرزمین را باز دوباره خواهند ساخت، اگرچه با استخوان خیش. هموطنان عزیز، امضا کردن ایشون با احترام رحیم رحمانزاده 15 جولای سال 2020. ایران یه این چنین فرزندانی داره، از سالخوردگانش تا جوانانش. این مردم که ساکت نمی نشینن که قرار باشه یه مش آخوند ابله پست بیمار روانی بخوان این مملکت رو اداره بکنه. اینا که این همه فرصت داشتن، 40 سال 42 سال فرصت رو از دست دادن برای اینکه لیاقت اداره کردن این مملکت رو ندارن. اینا باید گروش نگم کنن برن. هموطنان عزیز، این آخوندا بر سر این منابر هر مزخرفی رو که دلشون بخواد میگن. شما فکر کنید تا اونجایی که قرار باشه ما به حرفای اینا گوش بدیم گرفتارشون خواهیم بود. اما من واقعا نمیدونم چه کسانی میرن پای این منابر مینشینن و بعضی وقتا تأسف‌بارتر اینه که از اینجا اینا نوت هم ور میدارن. یعنی واقعا جوانای ما اینقدر ابلهن که بشنن حرفای آخوندار رو گوش بدن بعد از روی حرفای اینا نوت هم ور دارن. اما اجازه بدید که نگاه کنیم به یکی دیگر از این مزخرفاتی که آخوندها سر منبرها میگن. گوش بدید. سال هفتم هجرت پیغمبر که جنگ خیبر روی داد، که این قضیهش هم خیلی معروفه، که زنی یهودی برای پیغمبر گوشتی بریان کرد، گوسفندی به عنوان هدیه برای پیغمبر اومد. و چون میدانست پیغمبر اسلام به ماهیچه بسیار علاقه داره، ماهیچه این گوسفند رو آغشته به سم بیشتری کرد، برای پیغمبر فرستاد. پیغمبر اسلام داره که ماهیچه رو در دهان گذاشتن اما در آوردن. بعد فرمودن استخوان این ماهیچه به من خبر داد که این مسمومه، و پیغمبر اسلام ماهیچه رو ببینید واقعا خنددار نیست این حرفا رو که اینا میزنن. آخه چرا باید ثروت مملکت اینجوری هدر بره؟ یه مشت آدم دوزاری بی سر و بی پا، یه مشت لاشخور، یه مشت حق باز میان اینجوری حرفا رو میزنن. اون وقت در مقابل مردم زحمتکش ایران که با زحمت، به قول خودشون با مرارت تمام، برای این که مملکتشون آباد باشه، برای اینکه دستشون پیش دیگران دراز نکنن، زحمت بسیار میکشن. این کشاورزای ما، این باغدارای ما میرن درخت میکارن. ببینید یک شهر زیبایی در ایران هست مثل بقیه جاهای ایران، که من اتفاقا چون اهل اونجا هستم این شهر رو به خوبی میشناسم، اسم این شهر خانساره. این شهر مردمانش از زمین و از درخت زندگی میکنن از طی قرون و اعصار. برای کاشتن یک درخت تا به حاصل برسه و میوه بده با چه زحمت این درخت ها رو میکنن. اما از بین این درخت ها پر زحمت ترینشون درخت گردوست. درخت گردو 20 تا 30 سال طول میکشه از اون موقعی که میکارنش تا موقعی که به محصول برسه. اینا برای اینکه بتونن این درخت ها رو آبیاری بکنن با چه زحمتی زمستون و تابستون تلاش میکنن برای اینکه مبادا این درخت ها خوش بشه. بله. از اتاق فرمان من گفتن که این آخونده که میگفتش که استخونه گفت که نخور این مسمومه، چطور به اون یکی حضرتشون که در مشهد درازشون کردن با انگور، چطور اونجا انگوره چیزی نگفتشون؟
اون انگور رو خورد و مسموم شد. این امامزاده هایی که در گوشه و کنار ایران اومدن زاد و ولد کردن. خیلی سوال خیلی مهمیه. اما برگردیم به اون مطلبی که عرض میکردم در مورد درخت ها. در این شهر درخت کاری میکنن برای اینکه بتوانن از محصول این درخت ها زندگی کنن. یک آخوندی که حالا من نمیدونم اصلا کی هست این آخوند، من هرچی سعی کردم که تبارش رو پیدا کنم میبینم که به من اطلاع دادن که این آخوند اصلا اهل خونسار هم نیست، مثل یه دونه از همین مزدورای دوزاریه که از یه جای دیگه اووردنش توی فیضیه نمیدونم و حالا آخوند شده. ایشون شده قاضی قضاوت، چی میگن، خانه قضاوت در ایران. وقتی قرار باشه که رئیسش آقای رئیسی باشه که خودش قاتل هزاران نفر از فرزندان ایرانه، دیگه معلومه دیگه این قاضی دیگه چه معجونی خواهد بود. ولی این قاضی ببینید دستور داده که درختای گردو رو ببرن و بعد چوبش رو برمیدارن میبرن برای حالا خودشون، چون چوب گردو هم خیلی گرونه، برمیدارن میبرن برای خودشون. این کشاورز رو نگاه کنید ببینید که چگونه داره اشک از چشماش میاد و داره میبینه که حاصل زحمات 30 سالش رو با اره دارن میبرن. و از اون غم‌انگیزتر اینه که یه عده وایسان دارن نگاه میکنن. به این کلیپ نگاه میکنن. با سلام، امروز 6 مهر جناب آقای حسینی رئیس دادگستری شهرستان خانسار. رئیس دادگستری شهرستان خانسار جناب آقای حسینی حکم دادن 7 قطعه درخت گردو 30 ساله. مرد روستایی که 30 سال زحمت کشیده با بدبختی این گردوها را کاشته با تانکر آب داده، حکم داده که اینا قطع بشه. جناب آقای حسینی رئیس دادگستری شهرستان خانسار، شما که این حکم دادید، هر کجا درخت گردویی هستش، هر کجا درخت گردویی لبه چوب هست، باید حکمش را صادر کنید که همه قطع بشه. چجوری میگید درخت بکارید؟ این حکم شما صادر کردید. خواهش میکنم عزیزان دست به دست بچرخونید تا به دست جناب آقای رئیسی برسه که آقای حسینی رئیس دادگستری شهرستان خانسار این حکم دادن به دستور جناب آقای سروان احمدی، مأمور حکم هستن، هیچ تقصیر این بنده خدا نداره، فقط جناب آقای حسینی رئیس دادگستری شهرستان. آقای رئیسی بفهمد تو این مملکت خیانت میشه. آقای رئیسی بدون حکمی که قاضی خونسار داده، تموم جوبای سنگ سفید کنارشون گردوه، همه باید قطع بشن، همه باید قطع بشن. گردوه هم که کنار جوبا خونسار همینطور، همه از مملکت ما کنار جوبا گردوه. کدوم قاضی اینطور حکمی را میده؟ یه گردو که 30 ساله ببرن با تانکر آب آبیاری کرده باشن، اشک یه پیرمرد را در بیارن. فقط خواهش میکنم عزیزان دست به دست کنید تا این برسه به دست اون بالا سریا که جناب آقای حسینی رئیس دادگستری شهرستان خانسار این حکم دادن. رو چه حساب این حکم؟ پارتی بازی کردن، پول گرفته، پارتی بازی کرد این حکم صادر کرده، وگرنه باید تمام درختات قطع بشه کنار جوبا. ممنون و متشکر. آقای حسینی قاضی دادگستری خانسار، شما واقعا وجدان ندارید؟ شما خجالت نمی کشید؟ یادتون باشه که سقوط حکومت نزدیکه. اما به این کلیپ نگاه کنید که میگه وای به روزی که مسلح شدیم، وای به اون روز که قرار باشه مردم بخوان انتقام بگیرن ازتون. شما دارید کاری میکنید که مردم رو وامی دارید که از شما انتقام بگیرن. نگاه بله، مثل این که شما یاد نگرفتید از دیکتاتورهای دیگه. البته شما مزدورانی هستید که مواجب بگیرید این روزها، بالاخره باید یه حقوق بگیرید. اما یادتون باشه که اینها در دادگاهی که دادگاه‌های صالحه‌ای که در آینده توسط فرزندان ایران شما رو محاکمه میکنن، شما نمیتونید بگید که ما مجبور بودیم و
معذور بودیم. مأمور معذور نیست. شما بالاخره باید شما وجدان داشته باشید. چگونه شما میتوانید ببینید دسترنج کشاورزان رو، باغداران رو به این شکل قلقم میکنن؟ 30 سال زحمت کشیده این کشاورز. شما خجالت نمیکشید؟ فکر نمیکنید اگه این کشاورز پدر شما بود، اگه این کشاورز خود شما بودید، این همه زحمت کشیده بودید، حالا یکی میومد درختا رو میبرید، چه میکردید باهاش؟ این درختا مثل فرزندان این باغدارا و این کشاورزا هستن. هموطنان عزیز، وقتی که خمینی این چون بارگاهی رو براش درست کردن، وقتی که مرد، آدم نگاه میکنه میبینه که امیر کویت هم مرد. امیر کویت دستاورد کارهاش در طی این فاصله زمانی که به عنوان امیر کویت در قدرت بود به مراتب از خمینی بهتر بود، چون خمینی کاری نکرد. خمینی فقط برای از بین بردن ایران قدم برداشت. از روزی که اومد فرزندان ایران رو سلاخی کرد و ایران رو ویران کرد. اما امیر کویت، شما نگاه کنید در طی همین 40 سال گذشته کویت چه ترقی ها رو کرد. اما نگاه کنید قبرش رو، یک قبر بسیار ساده. قبر خمینی رو نگاه کنید، چه خبره؟ اینا فکر میکنن که وقتی هم مردن، اگر که قرار باشه یک قبر پرتمطراقی داشته باشن، حتما تأثیری در وضعیتشون میکنه. اینا جهنمی رو که برای ملت ایران درست کردن، مطمئنن اگه گریبان خودشون نگیره که میگیره، گریبان حتما فرزندانشون رو میگیره. اما این خمینی واقعا برای ملت ایران ویروسی بیش نبود. اگه نگاه بکنیم میبینیم که خود خمینی هم به عنوان یک ویروس برای ویران کردن ایران آمد، همونجور که این ویروس کووید 19 این کارا رو کرد. این ویروس 57 بود که آمد و ایران رو ویران کرد. واقعا اینها برای ویرانی ایران آمده بودن، اما ملت ایران اجازه نخواهند داد که اینا بمونن. مردم ایران رو که مردمانی سربلند بودند، همه چیز داشتند، کشور به قول اون آقای دکتر رحیمیان کشور چهارفصل، کشور آباد رو تبدیل کردن به جایی که مردمانشون برن از توی زباله ها دنبال غذا بگردن. توی زباله دون هیچ کی فکر نمی کرد که مردم ایران در عرض 40 سال به این وضعیت برسن که برن تو زباله دنیا دنبال غذا بگردن. و این رو خمینی، خامنه ای و این مجموعه آخوندهای فاسد کردن و این بلا رو اینا به سر مردم ایران بردن. هموطنان عزیز، تا کی مگه میشه تحمل کرد اینا رو؟ تا کی؟ خیلی جالبه، این آقای نویسنده عزیز ما میگن که قبل از انقلاب زنان روسبی میرفتن مشهد که توبه کنن. میرفتن اونجا آب توبه میریختن سرشون رو توبه میکردن. بعد از انقلاب زنان میروند مشهد که روسبیگری کنن. ببینید اختلاف از کجا تا کجاست. یعنی اون روز زنی که فاحشه بود میرفت مشهد که آب توبه سر خودش بریزه. حالا زنایی که واقعا مشکلی کار بدی نکردن میرن در مشهد برای روسبیگری. راستی این دستاورد حکومت جمهوری اگه نیست پس چی چیه؟ چه دستاوردی داشته که براش مقبره اون چنانی میسازن و میخوان اون چنون کارهایی رو براش بکنن؟ این خمینی که هی میگفت امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند و همش هم اینا هی گفتن بر امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، امروز نفس این حکومت رو گرفته. همین امریکا که هیچ غلطی نمیتوانست بکنه، اینها رفتند و هر کاری که توانستند بکنن، از گرفتن سفارت گرفته تا کشتار فرزندان امریکایی ارتشیان امریکا و هر کاری که قرار بود نکنند رو کردن و فکر کردن خب امریکا هم ضعیفه. نگاه کنید ببینید امریکا چه بلایی سر اینا بود. بدبختی ما از این جمله آغاز شد. امریکا هم هیچ غلطی نمیتونه. آمریکایی‌ها اعلام کردند که 10 میلیارد دلار به ایران لطمه زدیم. آمریکا هیچ غلطی نمیتوانه بود. تو این 3 سال حداقل 150 میلیارد دلار
به کشور لطمه زدن. نه آمریکا میتوانه هیچ غلطی بکنه. با تحریم غلط و عملیات تروریستی شد. هیچ غلطی نمیتوانه بکنه. جلو دارو رو گرفتن، جلو درمان رو گرفتن، جلو مواد غذایی رو گرفتن. هیچ غلطی نتوانستن بکنه. با افتخار اعلام میکنه که من 70 میلیارد امسال از منابع ایران ما جلوش رو گرفتیم. آمریکا هیچ غلطی نمیتوانه بکنه. افتخار کردن که ما 5 میلیارد دلار ایران از صندوق داشت میگرفت و ما مانع شدیم. اما آمریکا مانع شد. نه آمریکا میتوانه هیچ غلطی بکنه. تمام این جنایات پای کاخ سفید. بله همش مال کاخ سفیده. اما اون چرا که شما اون بدبختی رو که شما برای ملت ایران آوردید همش مال خودتون. اینا چیزایی بوده که شما برای مردم ما به ارمغان آوردید. اما هموطنان عزیز یه مقایسه رو آقای محمد نیروزاد بله محمد نوریزاد معذرت میخوام این شخصیتی که امروز در زندانه یک مقایسه ای کرده بین خمینی و رضا شاه کبیر. اجازه بدید این کلیپ کوتاه رو هم با هم ببینیم. شاه ایرانی بود پشت در پشت، اما امام خمینی ایرانی نبود پشت در پشت. رضا شاه به ایران می اندیشید و امام خمینی به اسلام. رضا شاه برای ایرانیان غرور آفرید، اما امام خمینی حتی برای همون اسلامش نیز چیزی جز نکبت به جای ننهاد. امام خمینی با همه آسیب‌ها و بدکاری‌هایی که داشت و با همه شناختی که از انسان و کشور و دنیا نداشت، اگر مستحق این است که در آرامگاه اشرافی جای بگیرد و به ضرب بوق و پول و زور حکومت بشود خمینی کبیر، رضا شاه با همه سوادی که نداشت و با مقبره‌ای که بر سرش خراب کردند و با جنازه‌ای که به دم بیلش سپردند، اما به خاطر بلند مایگی‌های فردیش و برافراختگی‌های باشکوه ملیش مستحق این است که وی را پس از کوروش و داریوش هخامنشی کهکشان بی همتای مردم ایران بدانیم. پس بی دلیل نیست که مردم میان تو خیابونا تظاهرات میکنن همین روزا و میگن شاهن شاه روحت شاد. این جواب مردم ایرانه به اون چه که خمینی کرد و این دار و دستشون و اون چه که نظام پهلوی کرد در طی اون فاصله کوتاه. این کلیپ کوتاه رو با هم میبینیم اگه فرصت داشته باشیم. راستی که دست این مردم درد نکنه. این مردم یه روزی ناسپاسی کردن ولی امروز میخوان جبران بکنن. جبران میکنن با اتحادشون. جبران میکنن این مردم با جواب دادن به ندای شاهزاده رضا پهلوی با این پیام نوینش. هموطنان عزیز، شاهزاده رضا پهلوی خیر ملت ایران میخواد، برای ایران بزرگی میخواد، ولی به دنبال این نیست که برای خودش مقامی بخواد. در تمام جهان اعلام کرده، گفته بعد از اینکه این حکومت فروپاشید، بعد ملت ایران هستن که تصمیم میگیرن. منم به عنوان شهروند
ایرادای زیادی هم بهش گرفتن، ولی این مرد ایستاده. بیایید به پیام شاهزاده رضا پهلوی در این پیمان نوین جواب بدیم با هم دیگه، بیایید با هم متحد بشیم دیگه، ما چاره‌ای دیگه نداریم. این همه سازمان‌های سیاسی، هر کدوم هر چی که داریم بیاوریم در طبق اخلاص بگذاریم و با هم همکاری کنیم، با هم همدیگر رو به پشت سر همدیگه وایسیم تا بتوانیم از شر این حکومت خلاص بشیم، چه در داخل و چه در خارج. هموطنان عزیز، ما باید ایرانمون رو پس بگیریم. ما ایرانمون رو پس میگیریم، حتما هم این کار رو میکنیم. ما نهال آزادی رو میکاریم و با جانمون آبیاریش خواهیم کرد. زنده باد ایران، زنده و پاینده باد ایران، زنده و پاینده باد مردمانی که برای آبادی وطنشون، برای آبادانی ایرانشون و برای آزادی هموطنانشون با هم، با هم، با هم و با هم تلاش میکنند.